به قسمت چهارم آموزش پلاگین پارتیکولار خوش اومدید. توی این جلسه میخواییم ادامه کارمون توی بخش فیزیک رو دنبال کنیم. توی جلسه قبل گزینه ایر رو توضیح دادیم، یعنی این گزینه و همچنین زیر مجموعه های اون. توی این جلسه میخواییم این قسمت رو روی بانس تنظیم کنیم که این گزینه برامون فعال میشه و این قسمت رو توضیح بدیم. این قسمت بانس در اصل میتونیم برای این قسمت یه سطح تعریف کنیم که پارتیکل ها نسبت به اون سطح واکنش نشون بدن. خب حالا میخوام ببینیم این به چه شکل انجام میشه. برای این کار ما باید سطح برای یه سطح یه کف برای این پارتیکل هامون در نظر بگیریم. من میام از سالید استفاده میکنم، یه سالید ایجاد میکنم، رنگش رو هم تغییر میدم. خب لازم هست که این سالید رو به صورت 3D در بیارم، میچرخونمش به این شکل، حالا میارمش پایین. حالا میام از این قسمت فلور لیر و اون سالیدی که به عنوان کف تنظیم کردیم، این سالید مهم نیست اسمش چی باشه، من برای راحتی بیشتر میام اسمش رو هم تغییر میدم، اسم این سالید رو، و حالا این رو به این قسمت معرفی میکنم. ببینید موقعی که به این لایه میرسن دارن برگشت میشن. من میام از قسمت پارتیکل کمی زمانی پارتیکل هام رو افزایش میدم، زمان ماندگاری و همچنین تعدادشون رو هم کم میکنم، کمی هم سایز رو افزایش میدم که مشخص تر باشه. خب موقعی که به این سطح میرسن این پارتیکل ها همجور که مشخص هست دارن برگشت میشن. من بیام یکم گراویتی جاذبه معرفی کنم، یکم جاذبه رو افزایش بدم، میبینیم که پارتیکل ها نسبت به اون سطح واکنش نشون میدن. من اگه بیام یک دوربین هم ایجاد کنم، خب ما کف رو بهش معرفی کردیم. از قسمت فلور مود میتونیم اون کف رو تعیین کنیم که به چه صورت باشه. برای مثال من اگه بیام این کف رو به این سمت بکشم، در همین راستا هر جا که این پارتیکل هامون برخورد کنن میبینیم که واکنش نشون میدن، مثل اینکه این لایه فلور هم کف هم ادامه دار باشه، میبینیم که این قسمت ها هم واکنش نشون میدن. دلیلش به این خاطر هست که روی فلور مود روی اینفینیت هست، نامحدود. اگه من بیام این رو روی لیر سایز بذارم، میبینیم که فقط رو قسمت هایی که این لایه کفم قرار داره تاثیرش رو میذاره. بیارم به این سمت، این شکل تاثیرش رو میذاره. همچنین یه گزینه دیگه که لایر آلفا، مثلا اگر من این رو بیام پریکامپ کنم این لایه کفم رو و داخل پریکامپ این رو ماسک کنم، فقط قسمت هایی که ماسک شده هست رو برام ایجاد میکنه موقعی که روی لیر آلفا قرار بگیره. خب وال لیر، این هم خیلی شبیه فلور هست، تقریبا میشه گفت همون فلور هست. من بیام این را دوپلیکیت کنم فلورم را،
اس کوچیک میکنم، میارمش کمی بالاتر به این شکل. حالا میام یه وال تعریف میکنم، فلوره دو. خب این هم به همین شکل وال مود داره که این را از حالت اینفینیت به لیر سایز تغییر میدم. میبینیم که روی هر دوی اینها داره، از هر دوی اینها داره تأثیر میگیره. به این شکل ما دو تا لایه تونستیم تعریف کنیم. خب من بیام این دومی رو پاک کنم. خب یه قسمت داریم به نام کالیژن ایونت که رویداد یا واکنشی که موقع برخورد به این سطح اتفاق میفته رو برام مشخص میکنه. موقعی که روی بانس باشه این برگشت میشه این ذرات، موقعی که روی بانس باشه این سه گزینه هم برام فعال هست. ببینید چهار گزینه داریم که فقط گزینه بانس هم این گزینه ها روش جواب میده. من اگه اینو افزایش بدم میبینیم که اثر برگشتمون چقدر افزایش پیدا میکنه. اگه اینو کم کنم کمتر، همچنین بانس رندوم داره که به صورت رندوم تأثیرش رو این پارتیکل ها میپذیرن، بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر. سلاید که حالت پخش شدگی این پارتیکل ها رو موقع برخورد مشخص میکنه، سرعت پخش شدن. خب بقیه گزینه ها رو بررسی میکنیم. سلاید ببینیم که موقع برخورد این ذرات هیچ برگشتی ندارن، میچسبن به اینجا و به حرکتشون در این راستا ادامه میدن. این که این سه گزینه غیر فعاله. استیک که کاملا میچسبه، با این میشه تقریبا شبیه سازی برف انجام داد، کامل میچسبه به این سطح هم و هیچ حرکت دیگه ای نداره. و کیل هم که کلن اون ذرات هم به این سطح که برخورد میکنن نابود میشن، از بین میره. خب اگر این رو هم روی اینفینیت قرار بدیم همه ذرات هم در این راستا نابود میشن. خب این رو روی بانس میذارم، اینها رو هم رسید. تعداد ذراتم رو کم میکنم. خب حالا میریم سراغ آکس سیستم. این گزینه توی حالت عادی غیر فعال هست. دو تا گزینه داریم ما اینجا. گزینه اول ادوانس ایونت هست که ارتباط مستقیمی با این قسمت داره. در اصل این گزینه پارتیکل های مجزا بر اون پارتیکل های اصلی ایجاد میکنن که دنبال رو این پارتیکل ها هم، تک تک این پارتیکل ها هستن. برای مشخص تر شدن این موضوع من این رو فعال میکنم روی این گزینه، گزینه آخر قرار میدم. ببینید به همراه هر پارتیکل من یه سری پارتیکل دیگه هم دارم که اینجا با رنگ‌های مختلف نشون داده شده که میتونیم رنگشون رو هم تغییر بدیم. خب
حالا من اول میخوام گزینه ادوانس ایونتس رو بررسی کنم چون ارتباط مستقیمی با این قسمت داره. وقتی که ما اینجا یه سطح معرفی کرده باشیم برای برخورد، میتونیم از این قسمت همین گزینه رو انتخاب کنیم. موقعی که این ذرات هم به این سطح برخورد میکنن، این ذرات دوم تشکیل میشن. کمی من زوم میکنم. ببینید موقعی که برخورد میشه، ذرات دیگه اینجا تشکیل میشن. خب من اول بیام رنگ این را درست کنم که بهتر مشخص شد بشه. یه گزینه Color From Main داریم که مشخص میکنه که این رنگش رو چند درصدش رو از این رنگ پارتیکل های اصلیم بگیره، این پارتیکل های ثانویه. من اگه این رو روی سطح بذارم، هر رنگی که برای اینها مشخص کرده باشیم برای اینها ایجاد میشه. الان سفید هست که به این شکل اونها هم به رنگ سفید مشخص میشن. یه گزینه ولاسیتی داره که مجزا از اون ولاسیتی اصلیمون هست توی قسمت امیتر. اینجا ولاسیتیمون روی 100 هست، اینجا روی 0. میبینید که هیچ حرکتی نداره. حالا این ولاسیتی را من افزایش میدم، ببینیم چه اتفاقی میفته موقعی که برخورد میکنه. ببینید این ذرات من ایجاد میشه. و این ذرات نیم ثانیه دووم میارن، به خاطر اینکه اینجا لایف تایم به خصوص خودش را داره که روی نیم تنظیم هست. من اگه این را افزایش بدم، خب اینها بیشتر دووم میارن. کم میکنم. این گزینه ها خیلی شبیه گزینه های خیلی مشابه قسمت امیتر و پارتیکل رو دارن، مشخصه های خود این پارتیکل های اصلیمون. خب پارتیکل کالیژن همون گزینه شبیه گزینه پارتیکل در ثانیه خودمون هست که اینجا مشخص میکنه این پارتیکل ها به چه تعداد ایجاد بشن در هر برخورد. اینجا روی 10 قرار داره. من اگه این رو کم کنم تعدادشون کمتر میشن. زیاد کنم، موقع برخورد این ذرات بیشتری ایجاد میشن. خب من این رو کمتر میکنم. لایف امیت پروبابیلیتی هم نسبتش با درصد مشخص میشه، از 0 تا 100 میشه مشخص کرده. این مشخص میکنه که این ذرات هم روی چند درصد این پارتیکل های اصلی جوابگو باشه. یعنی الان ما روی 100% هست، یعنی هر کدوم از اینها که برخورد کنم ما این ذرات رو داریم. اگه این رو کم کنم، فقط تعدادی از اینها روی 50% اینها به صورت رندوم این حالت ایجاد میشه. میبینیم که برای این ذره مثلا ایجاد نمیشه این ذره، ولی روی بعضی های دیگه ایجاد میشه. اگه این رو روی 0 بذارم، روی هیچ کدوم جواب نمیده. اگه روی 100 باشه، روی همه اون ذرات. و همچنین سایز اور لایف که شبیه همون سایز اور لایف خود پارتیکل همون هست که نسبت به اون زمانی که براش مشخص کردیم، 1 ثانیه، یعنی این زمان مشخص میکنیم که سایزش از کوچیک به بزرگ شروع بشه و در انتها هم کوچیک بشه. به این شکل.
همچنین اوپاسیتی و اوپاسیتی اوورلایف گزینه‌هایی هست که قبلا توی بخش پارتیکل توضیح دادیم. گراویتی مخصوص این پارتیکل هاست، مجزا از این گراویتی. من میتونم اینها را، این ذرات را به صورت جداگانه گراویتی بدم، جاذبه یا جاذبه منفی حتی، که به سمت بالا حرکت کنم. خب این را هم روی صفر قرار میدم. Rotate speed مخصوص شیهایی که شکل خاصی دارن، مثلا مربعی شکل، میتونیم روتیت بهشون بدیم که چرخش هم ایجاد بشه براشون. کنترل فلو مین چند تا گزینه هست که تنظیماتی رو از پارتیکل های اصلی به ارث میبرن این ذرات هم. فیزیک ایر گزینه هایی مثل ایر رسیستنس که همون مقاومت هواست که روی این پارتیکل هامون تأثیر میذاره، یا ویند و همچنین توربولنس پوزیشن که با تغییر اونها میتونیم تأثیرشون رو متوجه بشیم. همچنین رندومنس، من سایز رو افزایش بدم، همچنین اپاسیتی، میتونم لایف رو به صورت رندوم در بیارم، سایز یا اوپاسیتی برای فقط این ذراتی که ایجاد میشه. خب من حالا اگه بیام این گزینه رو روی قسمت سوم بذارم، قسمت دوم تأثیرش رو از این قسمت بانس میگیره. من حالا بیام این رو غیر فعال کنم، حالا هیچ سطح و هیچ چیزی نداریم که از اون تبعیت بشه. من میام رو گزینه سوم قرار میدم. این پارتیکل هام به دنبال این پارتیکل های اصلی ایجاد میشن. من میام تعداد اینها رو کمتر کنم بازم، و گراویتی پارتیکل های اصلی رو هم صفر کنم. همچنین کالر فرومین رو هم صفر میکنم که رنگشون مشخص بشه توی این تصویر. ببینید هر پارتیکلی که ایجاد میشه به دنبالش چند تا از اینها که اینجا میشه مشخص کرد پارتیکل در ثانیه، چون تعدادشون رو بیشتر کنم، ایجاد میشن و بعد از نیم ثانیه از بین میرن، که میتونم زمانش رو، یک ثانیه هست، میتونم کم یا زیاد کنم. من روی نیم میذارم که خیلی زود. تموم بشن به این شکل. سایز اور لایف به این شکل میدم. خب من میتونم ولاسیتی اون رو صفر کنم که به صورت یه خط صاف در بیاد به این شکل. همچنین کاور اور لایف که به این شکل رنگ ها براش تنظیم هست، میتونم رنگ ها رو کم و زیاد کنم یا تغییر بدم. من به این شکل تغییر میدم، دو رنگ قرمز و زرد. من سایز اور لایف رو فکر میکنم کمی مشکل داشته باشه. خب یا میتونم کالر فروم مین رو روی صد قرار بدم که رنگش رو از اون پارتیکل های اصلی دریافت کنم به این شکل.
یا گراویتی برای این قسمت که فقط روی این ذرات اثر بذاره. خب حالا ما میخواییم یک پروژه بارش بارون رو با هم تمرین کنیم با این چیزایی که یاد گرفتیم که بهترین گزینه ها دستمون بیاد. من کامپوزیشن رو پاش میکنم به کامپوزیشن دیگه رین. خب میام یه سالید ایجاد میکنم و تراب کد پارتیکولار. خب بارشم از بالا به پایین هست. من میام قسمت یونیفرم رو روی دایرکشن میذارم، جهت این حرکت اینها رو روی دایرکشن میذارم و این رو به منفی 90 تغییر میدم، x روتیشن. خب این حرکتمون، جهت حرکتمون از بالا به پایین شد. حالا میام پوینت را به صورت باکس در میارم، چون از یک نقطه منتشر میشه ولی بارونی که ما میخوایم شبیه سازی کنیم کلی هست. روی باکس سایز x رو افزایش میدم به این شکل. خب نقطه شروعمون پوزیشن x y، پوزیشن y رو میبرم بالا. وای که چون منفی 90 درجه چرخوندیم جای سایز وای و سایز ایکس جابجا شده. این شکل تغییر میدم، عمق هم داشته باشه. کمی عقب میدارم به این شکل. سایز رو بازم افزایش میدم. خب ولاسیتی رو روی عدد 200 میذارم به این شکل که سرعت و حرکت پارتیکل ها افزایش پیدا کنه. باز هم اینها رو باید برم ببرم حرکت بدم به سمت بالا. زمان این پارتیکل ها خیلی کمه، به این نقطه که میرسن نابود میشن. لایف روی 3 ثانیه هست، میذارم روی 10 ثانیه که همینجور ادامه پیدا کنه. خب یه دوربین هم میسازم که اون عمقم بهتر حس بشه به این شکل. سایز این پارتیکل هام رو کمتر میکنم. حالا میام موشن بلور رو براش فعال میکنم، از این قسمت فعال میکنم. ولاسیتی رو باز هم باید بیشتر کنم. خب ولاسیتی باز هم بیشتر. خب ببینیم که حالت این بارون ها به صورت نامنظم هست، کمی کج شده به خاطر دایرکشن هست. دایرکشن رو باید به صفر تغییر بدیم که این درست بشه. خب ما سایز رو بیشتر میکنم، تعداد این ذرات رو هم میتونم بیشتر کنم. خب
میخوام یک لایه کف هم برای این تعریف کنم. یه سالید دیگه با یه رنگ مشخص دیگه این را سبودی میکنم، میارم پایین، میچرخونم و کفم رو اینجا تعیین میکنم. بعدا هم میتونیم رو تغییر بدیم. خب اسمش رو تغییر میدم، این را خاموش میکنیم، احتیاجی به خود این سالید نداره. خب میریم از قسمت آکس سیستم، از قسمت فیزیک این گزینه رو روی بانس قرار میدیم، از گزینه یا بانس فلور رو روی این لایه‌ای که مشخص کردیم قرار میدیم. خب فلورمون خیلی بالا قرار گرفته، باید این پایین‌تر بیاریم. خب موقع برخورد این بارونمون داره برگشت داده میشه به سمت بالا، من از قسمت کالیژن ایونت کیل رو انتخاب میکنم که موقع برخورد این قطراتم از بین برن. این رو هم روی اینفینیت قرار میدیم که به صورت نامحدود این قسمتم رو پشتیبانی کنه این سالیدم. کمی دوربین رو میچرخونم، زاویه این رو توی دید بهتری قرار میدم به این شکل. خب تا اینجای کار. در ادامه من آکس سیستم امیت رو روی ادوانس قرار میدم که تأثیرش رو از این قسمت بگیره به این شکل. حالا ولاسیتی رو افزایش میدم که حالت چکه کردن این بارون روی سطح مشخص بشه. رنگش خوب نیست، از قسمت کالر فروم نیم این رو روی صد قرار میدم. اپاسیتی رو هم میتونم کمتر کنم. و حتی سایز به این شکل بارونمون در اومد، بارون خیلی ساده. آها ایجاد کردیم. خب این جلسه همون هم به پایان میرسه. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه و بتونید بهره کافی رو ببرید. تا آموزش بعدی همتون رو به خدا میسپارم.